با پیشرفته تر شدن قابلیت های تلفن های همراه، پرسرعت تر شدن اینترنت و همچنین ارزان تر شدن هدست های واقعیت مجازی، دنیای مجازی با شیبی تون در حال پیشرفت است. گزارش پیش رو نگاهی دارد به اینکه همه اینها چه تأثیری بر جهان واقعی دارد. جزئیات بیشتر در گزارش دینا میشل. سارا و همکار گزارشگرش می‌خواستند از یک مزرعه شاهدانه گزارشی با تصویربرداری 360 درجه تهیه کنند که وقتی انگشتتان را روی صفحه بالا و پایین می‌کنید بتوانید اطراف مزرعه را ببینید. با استفاده از این تکنولوژی میتونید خودتون یا فرد دیگری رو وارد داستان کس دیگه ای کنید، مثل اینکه می‌خواید ببینید در افکار اون شخص داره چی می‌گذره. 360 در حقیقت یک نوع جدید بیان یک گزارش یا داستان است. سارا در کتاب جدیدش به نام داستان پردازی برای واقعیت مجازی با کندوکاو در فناوری‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده آن را با دنیای واقعی تلفیق می‌کند. بعضی از تلفن‌های همراه پیشرفته مجهز به سنسورهای عمق‌یاب هستند و این امکان به شما اجازه می‌دهد که فضایی رو اسکن کنید و فرد دیگری رو در اون محیط قرار بدین که یک امکان عالی برای داستان نویسی، اما در این حال این امکان می‌تونه باعث انتشار اخبار نگران کننده یا جعلی هم بشه. محصول این تکنولوژی با واقعیت به قدری زیاد است که جراحان مغز استنفورد با استفاده از واقعیت مجازی چندین بار پیش از عمل مغز تمامی مراحل را بارها تمرین می کنند. و اینجا در این نمایشگاه، گرچه واقعیت مجازی و افزوده فناوری جدیدی به حساب نمی آید، ولی به لطف اپ‌های جدید مثل بازی پوکمون گو این فناوری ها اکنون در دسترس همگان است. و حالا با پیشرفت سریع این تکنولوژی، فاصله بین دنیای واقعیت و فضای مجازی همچنان در حال محو شدن است.